یک مقام وزارت بهداشت ایران از شناسایی نزدیک به 32,000 بیمار مبتلا به ایدز در کشور خبر داده است. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار می‌گوید آمار تقریبی مبتلایان به ایدز در ایران 80,000 نفر برآورد شده و ایران در نظر دارد تا سال 2020 دست کم 90% مبتلایان به این بیماری را شناسایی کند. آقای گویا آموزش خانواده‌ها در این باره را بخشی از وظایف دولت اعلام کرده و گفته که یکی از مشکلات مقام‌های بهداشتی سختی بخشی از بیماران به تندر دادن به درمان بیماری ایدز است. برای بررسی بیشتر این موضوع کامیار علایی، متخصص بیماری ایدز از نیویورک آمریکا با ماست. آقای علایی، خیلی ممنون که در برنامه امشب ما هستین. صحبت‌های رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار در ایران رو نقد کردم که گفته آمار تقریبی مبتلایان به ایدز در ایران 80,000 نفره. خب این آمار خیلی بالا، اما ممکنه که تعداد مبتلایان به این بیماری از این هم بیشتر باشه؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. به نظر ما میزان تخمین بیش از 80,000 نفره، حتی بیش از 100,000 نفر هست. اگه بخوایم یک روش ساده آماری به کار ببریم، بر اساس آخرین گزارش دفتر سازمان مواد مخدر در سال 2002 یا وزارت بهداشت در سال 2003 یا دفتر ستاد مبارزه با مواد مخدر در 2004، ما بیش از 3 میلیون معتاد در ایران داریم که 20% از اینا معتاد تزریقی هستند، یعنی حدوداً 600,000 معتاد تزریقی در ایران هستند که 15% از اینا مبتلا به اچ آی وی ایدز هستند، یعنی حداقل 90,000 فرد مبتلا به اچ آی وی ایدز از طریق اعتیاد تزریقی در ایران هست. و با توجه به اینکه از طریق آمار 2/3 موارد اچ آی وی ایدز در بین معتادان تزریقی هست، یعنی 1/3 هم ما باید به این 90,000 اضافه کنیم، حدوداً 120,000 مورد HIV AIDS به صورت تخمینی در ایران وجود داره. اما اگر ما نگاه کنیم به روند آماری، حدوداً ما بین 7 تا 8 هزار موارد جدید HIV AIDS در ایران گزارش میشه، اما تنها 2000 تا 2500 مورد شناسایی میشه. و اگر شما نگاه کنید به روند موارد جدید شناسایی از سال 2008 تا کنون، متاسفانه روند رو به کاهش هست. یعنی به جای اینکه ما موارد شناساییمون هر سال نسبت به سال قبل رشد داشته باشه مثل سالهای 2000 تا 2005 و 2006، برعکس کاهش داشته. آقای علایی، باز نقل میکنم از این مقام وزارت بهداشت ایران که گفته آموزش مادران باردار برای پیشگیری از ابتلای کودکان از وظایف وزارت بهداشت و یکی از کارهایی که باید انجام بشه تا پیشگیری بشه از ابتلا بیشتر افراد به بیماری ایدز. حالا جدای از این، چه کارهای دیگری باید انجام بشه تا جلوی این ابتلای بیشتر به بیماری گرفته بشه؟ مهمترین مسئله برای کنترل HIV AIDS شناسایی روند اپیدمیولوژیک بیماری هست. اگر شما به آمار نگاه کنید، الان حدوداً 1/3 از موارد جدید شناسایی از طریق رابطه های جنسی محافظت نشده هست. و از طرف دیگه در بین خانوم ها از سال 2003 که 4% از موارد HIV AIDS در میان خانوم ها بود، الان بیش از 30% از موارد جدید شناسایی شده در بین خانوم ها هست. یعنی ما باید توجه ویژه‌ای به رابطه جنسی محافظت نشده داشته باشیم. و از طرف دیگه با توجه به اینکه جمعیت ایران جمعیت جوانی هست و 70% زیر 35 سال هست و اکثرا بین 20 تا 30 سال هستند، ما باید آموزش های مداوم برای جوان ها داشته باشیم و قبح رابطه جنسی کاهش پیدا بکنه. و از طرف دیگه اگر شما به آمارا نگاه کنید، 50% از نوزادان که به دنیا میان از مادران HIV AIDS در زمانی که باید شناسایی بشن شناسایی نمیشن، در صورتی که این باید به 100% افزایش پیدا کنه و هیچ مورد کودکی که مادرش مبتلا به HIV AIDS هست نباشه که شناسایی نشه. پس ما اگر میخوایم آموزش مادر باردار بدیم، قبل از اینکه مادر باردار بشه باید در روابط جنسی آموزش بدیم که مادری که در واقع مبتلا به HIV AIDS هست مبتلا نشه. و از طرف دیگه شما نگاه بکنید، برنامه هایی که وجود داره تنها محدود به وزارت بهداشت و تنها محدود به روز جهانی ایدز هست، در صورتی باید وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی و حتی سازمان زندان ها و در کنارش خیلی از جوان ها هستن که به دانشگاه ها نمیرن، در دوران سربازی که مخصوصا برای مردها اجباری هست باید برنامه های به صورت
همه جانبه ارائه بشه و نقش نهادهای غیر دولتی متاسفانه در ایران هنوز ضعیف است. اگر نهادهای غیر دولتی به وزارت بهداشت کمک نکنند به هیچ عنوان ما به شاخص 90% نمیرسیم و به نظر من تنها بگیم که افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی ایدز تمایل ندارن به کلینیک ها مراجعه کنن کافی نیست، بلکه ما باید چنان خدمات ما جامع باشه و اگر اونا نمیاد ما برنامه‌های آوتریچی داشته باشیم، بله، که اونها رو در واقع متقاعد کنیم که این خدمات رو دریافت بکنن. ممنون کامیار علایی، متخصص بیماری ایدز که از نیویورک آمریکا با ما بود. خیلی ممنون آقای علایی.